آب صورت های جدید برای اونایی که منو نمیشناسن. اسمم آگوستو تورسه، فارغ التحصیل معماری از دانشگاه خودمونم و توی اسپانیا هم درس خوندم، دانشگاه هنر ادواردو مارکین، میشناسیدش؟ استاد یه سوال، برنامه درس ترم چیه؟ اسم شما چیه آقا؟ آنتونیو. آنتونیو، ببین فکر کنم برنامه چند وقتی باشه که اونجا زده شده، درسته؟ نه نه زدن. خب میتونی بری توی سایت ببینی. نمیدونم سوال دیگه ای هست یا نه، سوالی که یکم جالبتر از سوالی باشه که آنتونیو پرسید. مثلا من فکر میکنم وقتی که شما اومدید اینجا درس بخونید باید همچین سوالایی داشته باشید، سوالی مثل رابطه معماری و تخیل، درسته؟ تخیل. استاد میتونم یه سوال بپرسم ازتون؟ خب آره، فقط اگه سوالت مثل چیزی نیست که دوستتون آنتونیو پرسید. نه بابا بیخیالش. بگو. شما شوهر نقاش معروف ناتالیا رومئوین؟ بله بله. چون من نقاشیاشو خیلی دوست دارم، از خودش و از هنرش خیلی خوشم میاد. پس من بهش میگم. ممنونم. خب ببینم سوال شخصی دیگه هم هست. عذر میخوام، ببخشید. ببخشید من نمیخواستم جواب بدم ولی انگار مسئله خانوادگیه. یه لحظه عزیزان. بله. ببخشید که وسط کلاست مزاحم شدم، فقط الان تو موزه یه مشکلی پیش اومده، مجبورم بیشتر اینجا بمونم. میخواستم بپرسم میتونی بری دنبال دیانیتا وقتی مدرسهش تموم شد؟ میری؟ نه 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 ای بابا، همین الانشم ساعت از 2 گذشته، اگه از قبل اون خبر داده بودی حتما میرفتم دنبالش. خواهش میکنم آگوستو، گفتم که نمیتونم برم چون همین الان یه مشکلی برام پیش اومد. لطفاً. نه خدای من، یکم آرومتر، میشه بیشتر مراقب باشین؟ آخ لعنتی. خانم معلم شرمنده، خیلی عذر میخوام که مجبور شدید منتظر بمونید. هیچ مشکلی نیست، من خودم هم میخواستم ببینمتون تا بهتون بگم دیانیتا امروز تو لیست بهترینا بود و چه دختر خوبیه و کلی هم فعال بوده. واقعا عزیز دلم، برای سومین بارم سرگروه شدم، جایزه ندارم؟ مگه میشه من جایزه تو فراموش کنم؟ یادت رفته مگه نه؟ یادت نمیاد قرار بود با هم دیگه چی کار بکنیم؟ چی بگو؟ من بلیط های شهر بازی رو خریدم. آخ جونم این جون. دوتا بلیط مخصوص خودم و خودت. آره آره. خیلی خوب دیگه، کافیه، باید بریم. زود باش. خداحافظ من به معلم. هر دو میبینم ات... عزیز دلم. بهتره شما کیفتو بدیم ببار. بدم. خوبه، برو. برو عزیزم. بازم ازتون ممنونم که مراقب دخترم بودید. خب من میدونم که همسر شما خانم خیلی پرمشغله. آره درسته. سرش شلوغه. حق با شماست. اون کسی که همیشه خدا یه دنیا کار داره. خب بله، ولی با این وجود زن خیلی خوشبختی هم هستن چون شوهری مثل شما دارن. لطف دارید، ممنونم. علاوه بر این مراقب دخترم هم بودید، ممنونم. من میتونم برای همیشه مراقبش باشم. ممنون شما، خداحافظ. خداحافظ. چیزی که برای من مشخصه اینه که برای تو همیشه کار مهمتر از دخترته. آگوستو الان وقتش نیست این حرفو بزنی،
من واقعا از این بحثا خسته شدم. من که توضیح دادم چرا نمیتونم برم دنبالش. آره تو یک ساله که داری برای من توضیح میدی. یک سال ناتالیا، میفهمی؟ اصلا تو به عنوان یه مادر خبر داری که توی مدرسه بچه‌ات چی میگذره؟ آره بگو بگو ببینم. هفته پیش اصلا میدونی توی مدرسه چه خبر بود؟ من چی میدونم آگوستو؟ نمیدونم. آره بله که نمیدونی. مراسم شعرخوانی بود، چیزی که برای دخترمون خیلی مهم بود. ولی تو کجا بودی؟ کجا بودی واقعا؟ ببینم تو داری جا میزنی. آره از اول بهت گفته بودم، گفته بودم. از چی داری حرف میزنی؟ از دخترمون. من نگفته بودم که کار راحتیه. هیچ وقت نگفتم ناتالیا. راحتیه. نه من اصلا حرفاتو نمیفهمم. خب تو داری مزخرف میگی. چه مزخرفی؟ ببین من عاشق دخترمم، خب؟ ولی باید بفهمی که کار کردن مهمه، پولم مهمه، این چیزی که ما رو جلو میبره، خوشبختمون میکنه. معلوم هست که چی داری میگی. تو چه چرتی داری به من میگی ناتالیا؟ چرت میگم؟ لعنت به آگوستو. اما تو حتی نمیتونی اون آرزویی که بهم گفته بودی رو برآورده کنی. آره حتما یادت نیست، نه؟ اون رویای پروژه موزه هنرهای زیبا، همون که قبلا گفته بودی، قرار بود چه جوری باشه؟ اون یه کار عالی بود. من میتونستم از استعدادم کلی پول در بیارم. چی میگی؟ کی گفتم؟ گفتم؟ کدوم موزه کوفتی؟ من کی گفتم که هر کاری کنیم ناتالیا؟ کی؟ حتی اگه فقط من احمقم کار کنم توی خونه پول کم نمیاد. اما به خاطر تو خانم. نه بذار ببینم، بذار ببینم. آره بذار ببینم. سرکار خانم ناتالیا کلی وقت میذاری برای پروژات. اصلا تو فهمیدی دخترت بزرگ شده؟ چی میگی آگوستو؟ هان چی میخوای بگی؟ میخوام بگم که تو هیچ وقت نبودی. میخوام بگم تو هیچ وقت حضور نداشتی. به من دست نزن آگوستو، تمومش کن. حالا همه چی افتاد تقصیر من. آره حتی افسردگی کوفتی تو هم افتاد گردن من. دیگه چیزی نیست بگی؟ لعنت بهت آگوستو. بابا دخترم. اصلا چرا بچه دار شدی؟ دختر گلم چرا اومدی اینجا؟ داشتین با هم دعوا میکردین؟ نه همه چیز خوبه. بری بیا بیا از اینجا بری. ببخشید خیلی خودخواه بودم. من فقط برای هممون بهترین رو میخوام. میخوای با هم غذا بخوریم؟ نمیدونم، هر جور که تو میخوای. روز بخیر لوردس. بعدم بهت زنگ میزنم. صبح بخیر مهندس. ببخشید که حرفتو قطع کردم، اما راستش اشکالی نداره. وسط کلاس بهم گفتن که فورا باید بیام چون نه رئیس میخوان منو ببینن و خب من الان اینجا. متوجه شدم. باشه ببخشید یه لحظه. دکتر. باشه. نه اتفاقا الان خود مهندس آگوستو هم اینجان. میتونید برید داخل. خیلی ممنونم. راستی خبر دارید؟ بله. یه نمایشگاه قراره برگزار بشه توی گالری موزه برای ایگناسیو سانتاناس. نه اونه که نمیشستم، زنم هم چیزی نگفته بود. ولی حتما باید جالب باشه، بفرمایید. من که خیلی برای دیدن کارش مشتاقم. تازه شنیدم که سانتانا وقتی تو گالیسیا زندگی میکرده با زن شما همکار همیشه میده. کلی آشنایی هنرمند داشته، همه رو که نمیشستم. من دیگه باید بشه. بفرمایید. با اجازه. بفرمایید. صبح بخیر آگوستو. دکتر آلانیس چطوری؟ چه خبر؟ هنوزم بعد از تصادف لنگ میزنم. ولی به نظرم بهتر میاد مگه نه؟ خیلی بهتر شده. آدم ها بهتر نمیشن، برعکس همیشه بدتر میشن. هیچ وقت اینجوری ندیده بودمش. نه دورش ننداز. این تنها یادگاری یکی از پسرم برام مونده. میوهی که به امداد و من نتونستم بخورمش.
در هر حال. خب من برای چیز دیگه ای صدات کردم. اتفاقی افتاده؟ آره، میخواستم درباره پدرو مونتالوه بگم. ببینم مگه چیزی شده. بله، یه عالم شکایت ازش به دستم رسیده. بلد نیست چجوری درست حسابی یه دانشکده رو بگردونه. بعدش هم مشکلات اخلاقی و رفتاری خودش باعث شدن من همچین تصمیم بگیرم. میخوام یعنی قطعا کاری کنم. یعنی که آقای مونتالو قرار اخراج بشن، درسته؟ بله، میخوام سمتشو تو دانشکده به عهده بگیری. من واقعا ازتون ممنونم رئیس. خواهش میکنم. خب این من اصلا توقعشو نداشتم دکتر. دارم تلاش میکنم که هضمش کنم. از همین فردا شروع میکنی؟ مگه اینکه خب این سمت رو نخوای قبول کنی؟ نه البته که نه، فقط من نمیتونم یه چیزی بپرسم. حتما. چرا من؟ تو بیشتر از یه ده هست که اینجا به عنوان یه استاد تو دانشگاه درس دادی. من مطمئنم که از پسش برمیای. ببین، امروز یه مرخصی بگیر و فردا یه راست بیا به دفتر کار جدیدت. حتما، از فردا اونجا. جدا خوشحال شدم و خیلی هم ممنونم ازتون. موفق باشی. ناامیدتون نمی کنم. از پسش بر. شخص بین المللی زبان فارسی از موبیکس مدیا انترتیمنت.
Tío, relájate. No, no, tío, no. Relájate. No, 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 no. اتاق آگوستو تورس کجاست؟ اجازه بدین. تو اتاق 405 همسرشون هم تو اتاق انتظارن. آره سمت راست. خیلی ممنون. ناتالیا؟ آنجلا آخه چی شده؟ اون زودتر اومد خونه، یه اسلحه همراش داشاره، بعد یه هوی شلیک کرد. خب نمیدونم دکتر حالش چطوره؟ شما همسرش هستی؟ بله زنشم. شوهرتون خیلی خوش شانسه. چطور؟ جان خدا زندگی دوباره بهش داده. آگوستو آدم خیلی قویه. خدای شکرت. من میرم که دستور یه سری آزمایشات کلیا بدم. هنوزم البته در حال تلاشیم که خونریزی رو متوقف کنیم به خاطر صدمه ای که به جمجمه وارد شده، مغزشون دچار آسیب شده. خب چون این کار پیچیده یه خیلی روند کندی داره، پس شما باید صبور باشید. بله بله. خیلی خب من دیگه میرم، با اجازه. ممنونم. متشکرم. چقدر حال میده؟ بزن بریم. خیلی خوشحالم که دیانی تو رو اینقدر شاد میبینم. نگاش کن. ممنونم. واسه چی؟ تو یه مرد فوق‌العاده‌ای. هیچ وقت از بودن باهات پشیمون نمیشم. تاق تاق. آگوستو اینجایی؟ حالت خوبه آگوستو؟ من دکتر ناوارو هم. اینا هم پرستارن، یوخنیا و آلان. یادت میاد که چه اتفاقی برات افتاده؟ خیلی خوب، علائم حیاتی رو چک کردم. بازم هر یه ساعت تکرار بشه. همه چی رو بهم گزارش بدی. خب آگوستو، امروز میخوام یکم باهات فیزیوتراپی کار کنم. خیلی خوب، تو فکر همکارم نباش، اون اصلا فقط یه کارآموز. خیالت راحت باشه، کاری به کارت نداره، حتی تو لباس عوض کردن اصلا خجالت نکش. آه خوبه خوبه. آه میدونی چند تا آدم تو روز تولدشون میمیرن؟ خیلی کمه. آره ولی مامانم یکی از اونه هست. تفلکی. یادم میاد، یادمه که شمع رو فوت کرد و بعدشم از دنیا رفت.
غریب بود. میدونی همیشه دوست داشت آبشار ایگوزار رو ببینی. منم همیشه دلم میخواست که اون آبشار رو ببینم. وقتی هم که کوچیک بودم یه بار رفتم. خیلی کوچولو بودم. آبشار قشنگی بود. آبشارای خارق‌العاده، اون آبای زلال مثل قطره‌های شبنم بود. اصلا انگار که تو بهشت بودیم. همش یادمه. میتونم مثل یه قاب تصورش کنم. یا حتی میتونم ازش یه نقاشی بکشم. انگار که تو ذهنمه. سومین روزی که اومدم اینجا و باید کار کنم تا جا بیفتم. بذار یه چیزی نشونت بدم. اینی که اینجاست خوشتیپه، مگه نه؟ آره واقعا جذابه. اسمش روبرتو گارسیاست. از روزی که اومدم اینجا قراره برم و یه روز ببینمش. میخوایم با هم چای بخوریم. اما مامانم میگه وقتمو تلف نکنه. ولی من سفت و سخت دنبالشم. امروز از فرانسه برگشتم. به کسی نگو. این فرودگاه اون فرودگاه میرم که دنبالش بگردم. که حتی اگر شده از دور ببینمش. آره میدونم احتمالاً با کل خانوادش میاد و شاید حتی نخواد که منو ببینه. وقتی 18 سالم بود براش 300 تا نامه نوشتم. هیچ کدومشون جوابی نداشت. ولی مهمم نیست. من به سرنوشت نمی بازم و بالاخره می بینمش. چرا؟ آخه چرا؟ چرا من باید همچین چیزی ببینم؟ چرا اینطوری باید بشه؟ من چی میخواستم؟ من فقط میخواستم یه بارم که شده ببینمش. من چی میخواستم؟ تو هم که چیزی نمیفهمی. هیچی نمیفهمی. پس خسته شدم. دکتر؟ شما همسرشین؟ بله، متاسفم دیروز نتونستم بیشتر بمونم. باید میرفتم پیش دخترم. چیزی شده؟ جایی که گلوله قرار داره خیلی حساسه و زندگیش تو خطره. اما ایدم رو به کاهشه، ولی نمیشه گفت چی پیش میاد. ممکنه کاملا فلج بمونه. شایدم بتونه مثل قبل تواناییاشو به دست بیاره. ولی احتمالا حافظش از دست میده. یعنی چی دکتر؟ از دست دادن حافظه؟ سلام داداش، برات یه کتاب آوردم. یادم وقتی بچه بودم برام همیشه قبل از خواب کتاب میخوندی، مثل بابام که عادت داشت همیشه مست باشه. منو ببخش، من نباید از اینجور حرفا بزنم. تو که منو میشناسی. فقط به خودم فکر میکنم. یه وقتایی دوست دارم برگردم به گذشته. تازگی ها یه شعری خوندم، میخوام برای تو هم بخونم. خیلی قشنگه. سکوت سکوت زن، وجودی بی پناه و رنجور، و شما که می پراکنید شایعاتی از خیالاتتان، از نامه هایی که هرگز نگاشته نشدند، به کسانی که هرگز آنها را نخواندند و قرار نیست بخوانند. من می روم، شما بمانید در رویایی پیش رویتان و به فراموشی بسپارید تمام حساب ها را، و ترک می کنم من همه شما را.
آگوستو حالت چطوره؟ لعنتی چه سوال احمقانه میپرسم. میدونی قبل از اینکه بیام مکزیک در موردت کلی با زنت حرف زدم. میخواستیم بعد از ارائه من بریم شام بخوریم. من اصلا نباید با ناتالیا می بودم. منو ببخش گستو. چی دارم میگم من؟ خوب نگاه کن. فقط یادم کنده دماغ یه گوله تو سرش خالی میکنه. به افتخارت. یکم دیگه بیا پیشم. بله. موفق باشی. چه عالی. میدونی دلم برای عطر تنگ شده بود. خب در واقع میخواستم بگم که عذر میخوام، چون که ببخشید مثل دیوونه ها اومدم پیشت. راستش جایی نداشتم برم، هیچ کسی نبود که بتونه به من گوش بده. من پیش تو خیلی احساس راحتی میکنم و حقیقتا نمیدونم که چی به سرم اومده. واقعا حال بدی دارم، ولی خب یه روز دیگه هم اینجا میگذرونم و میرم دنبال قهوه مورد علاقه‌ام. عاشقشم و یکم هم میشینم و تو خلوت خودم. فکر میکنه آنو نوبت منه. من چی بگم آخه؟ این امرو شکل هیچی نیست. حالا علی خوب بازی کنی؟ آره بازی کنیم. از حیوانا خوبه. از حیوانا بگو چی باید بگیم؟ خب بازی شروع شد. با چی؟ خب میبین. ماهی. موش کو. نه قبول نیست. اونم یه نوع موشه. آره ولی شبیه موش که نیست. هست نیست. نه یکی دیگه ببینم. موساساتور. آره. خوبه؟ موساساتور آنی. دنگه سرا که دیگه وجود ندارم. باشه ولی با مست که هست. موساساتور. من یه فکری دارم. چی؟ که آرزوشو بگی. خب آرزوی بزرگ تو چی؟ خب من میخوام بزرگ شدم یه بالرین بشم. آره آرزوم اینه. وای چقدر عالی عزیزم. منم میخوام یه نقاشه خیلی موفق بشم. خیلی موفق. منم نوبت توه. آرزو میکنم که آرزوهای شما برآورده بشه. تا اینجوری منم حسابی خوشبخت بشم. عزیزم عزیزم من اینجا پیشتم.
داداش، داری بهتر میشی. ببخشید ولی فقط یه نفر میتونه تو اتاق باشه. کی زودتر رسیده؟ من زنشم. منم خواهرشم. بازم برمیگردم. خیلی خوب، بریم سراغ کاریم. ببینم. ببخشید، شما قراره چی کار کنی؟ من کارمو بلدم و میدونم که جواب میده. میخوام یادش بدم که چطوری با چشماش حرف بزنه. با پلک زدن. یه بار پلک بزنه یعنی آره، و وقتی هم که دو بار پلک بزنه یعنی نه. متوجه شدی؟ عالیه. آگوستو، میخوام به من کمک کنی، باشه؟ صدای منو میشنوی؟ خوبه. پس وقتی که یه بار پلک بزنی یعنی آره، و وقتی که دو بار پلک بزنی یعنی نه. خب حالا به هم بگو که فهمیدی که چی گفتم؟ خیلی خوبه. میخوای زنت اینجا بمونه؟ خیلی خوب، کامل فهمیدیم که چی میخوای. خیلی خوب، ببین، میخوام تلاشتو ببینم، به کمکت نیاز دارم، باشه؟ ما اینطوری پیش میریم که من به تو یه حرف رو نشون میدم، هر بار که فهمیدی میگی بله. متوجه شدی؟ خوبه، پس ادامه میدیم. اولیش میشه آ. خیلی خوب، میریم سراغ حرف بعدی، این میشه ای. بله، امروز صبح همسرش ترخیصش کرد. اولی به من خبری نداد. احتمالاً شما سرتون شلوغ بوده. شاید بهتر باشه یکم بعد برید دیدن برادرتون. ببینید، صادقانه میگم که به عنوان رئیس بیمارستان توقع نداشتم روند بهبودی آگوستو انقدر خوب پیش بره. خیلی ممنونم. در واقع کار اصلی رو جراحش انجام داد. آنجلا، آنجلا. بله. نه، هیچی، فقط امیدوارم که آگوستو هرچه زودتر خوب بشه. ازت ممنونم. تولدت مبارک، لبت شاد و دلت خوش، بیا شما رو فوت کن تا صد سال زنده باشی. تولدت مبارک، لبت شاد و دلت خوش، بیا شما رو فوت کن تا صد سال زنده باشی. تولدت مبارک بابا. دخترم، عزیزم، بابات هنوز براش سخته که بتونه چیزیو بگیره، ولی خیلی زود خوب میشه. خب آگوستو، شمو فوت میکنی؟
بذار من کمکت کنم. اوف. عالیه. خب مامان بابا نگاه کنین. مامان بابا نگاه کنین. آگوستو، تا زمانی که حالت بهتر بشه باید تصمیماتی بگیرم. مامان نگاه کن چقدر خوب انجامش میدم. آره عزیزم. راستش فکر نکنم اینطوری بتونیم پیش بریم. راستش خواهرم امروز میرسه اینجا، میخوام دخترمونو باش بفرستم تا بره اسپانیا. ببین میدونم که این برات راحت نیست آگوستو، اما باور کن همیشگی نیست. آخ لعنت بهش، نمیتونم تحمل کنم بچه‌مون تو رو تو این وضعیت ببینه. میدونی که مامان عاشقته؟ آره. پس حالا تو با خاله پیلارت میری اسپانیا تا وقتی که بابا حالش بهتر بشه. مامان من نمیخوام جایی برم، میخوام پیش بابا بمونم. نمیخوام برم. قول میدی که با ادب باشی عزیزم؟ تازه تو اسپانیا هم کلی دوست خوب پیدا میکنی. نه مامان من نمیخوام برم اونجا، میخوام بمونم. عزیزم بیا. بابا میخوام بابامو ببینم. لطفاً مامان نه بابا. اخ دخترم آروم. بابا وای آگوستو داری چی کار میکنی؟ خدای من چی شد؟ روزا روزا مگه صدات نمی کنم؟ بخورش غذا تو بخور. آه لعنتی. خیلی خوب، پس انگار نمیخوای بخوری نه؟ باشه نخور. روزا روزا از اینجا ببرش. آخ. خب روزا ببین حواستو خوب جمع کن، امروز ساعت 3 باید ببریش درمانگاه، حدودای ساعت 7 کارش تموم میشه، بعدش هم باید آمپولشو بزن، یادت میمونه دیگه نه؟ برای شام هم براش سبزیجات آپس و پوره و اینجور چیزا درست کن. خب فهمیدی دیگه، من میرم. چی میگی؟ چی؟ به تو چه که من شام برمیگردم یا نه؟ من شام جایی دعوتم، تو حواست به آگوستو باشه. فعلا خدافظ. ما
ناتالیا؟ من مرسی یاد میدم ناتالیا. میدونم مراقبمی، مطمئنم حواست هست. خیلی خوب، باشه با اتون تماس میگیرم. ممنون. آگوستو، چجوری بگم؟ راستش میخوام حرفمو بد برداشت نکنی. تو اطراف شهر یه جای دنجی هست که میخوام ببرمت اونجا تا خوب بشی. اونجا ازت مراقبت میکنن، فقط هم برای چند ماهه. سلام، سلام، دون فلسیانو؟ شما دون فلسیانو هستین نه؟ ببین، اسم من ناتالیاست. بهم گفته بودن که شوهرمو بیارم اینجا چون اون مریضه، برای هفته پیش رو. فقط یه چند روز اینجا باشه که مراقبش باشین و هوای تازه بهش بخوره، متوجه؟ گوشم سنگینه. ببینین، من میفهمم که خرجایی داره، مطمئن باشین براتون جبران میکنم. خب نمیدونم، مثلا انقدر برای مدتی که میخوام پیشتون بمونه کافی هست؟ نه. خیلی خب، اگه کمه میتونم بیشترم بهتون بدم. سر نه، مراقبت از همچین مریضی مسئولیت خیلی بزرگیه. شما صدای منو میشنوین؟ متوجه میشین چی میگم؟ خیلی ضعیف. خیلی خب، ببینین، این همه یه پولیه که من دارم و مطمئنم که برای یه هفته دیگه کافیه. آگوستو، یه مدت اینجا باش. خب، فقط تا وقتی که کامل خوب بشی، نگران نباش.
ناتالیا؟ چیه؟ چی شده آنجلا؟ میخوام بدونم برادرم تو کدوم بیمارستانه؟ آنجلا ببین، من که بهت گفتم اون نمیتونه ملاقاتی داشته باشه. خیلی زمان گذشته. ببین وقتی حالش بهتر شد بهت خبر بده. بس دروغ نگو، میخوام برادرمو ببینم. میشه دستمو ول کنی؟ لطفاً. خارج شهر. برادرم الان اونجاست. خیلی ازت ممنونم روزیتا. اینجا میبرمت. تمومه. چقدر خوشتیپ شدی داداش گلم. هنوزم خیلی خفنی. اصلا به نظرم که هنوزم زنها عاشقت میشن. بگذاریم. میدونی کی رو چند روز پیش دیدم؟ اون پرستاره وقتی بیمارستان بودی و یادته؟ سراغ تو گرفت. ولی خودم هم مونده بودم. فکر کردم نمیخوای منو ببینی. او عجب نخونه محکمی داری. خوبه. همین که دوباره تونستی حرف بزنی. با هم میریم و یه قهوه میخوریم. نظرت چیه؟ من که میخوام به همه ی حرفات گوش بدم. بله، چی کار داری؟ منم آنجلای تو کالج. خدای من، واقعا خودتی؟ حال چطوره؟ خدای من چقدر عوض شدی. آره حسابی پیر شدم. چی داری میگی؟ اصلا هم اینجوری نیست. همینطوره. ولش کن، بیا تو، بیا تو. ببینم اون آقا کیه؟ اون داداشمه. یعنی فقط همین؟ بدون هیچ فکری با یه اسلحه تو دستش اومده و به سرش شلیک کرده؟ میبینی؟ جور در نمیاد. شرط میبندم ماجرا این نبوده. او راستی آنجلا، یادته وقتی برادرت بعد کلاس میامد دنباله؟ آره. هممون براش میمردیم. آخه خیلی خوشتیپ بود. آره همینطوری بود. یکم عجیب میشه وقتی آدم پا به سن میذاره. بهتره تمومش کنم. آره راستی یادم اومد، خالت اون کجاست؟ معذرت میخوام. وای واقعا ببخشید، نمیدونستم. نه اشکالی نداره، الان دیگه 6 سال شده سرطان داشت.
از وقتی که خالم من 5 ساله رو به فرزندی گرفت، من دارم توی این خونه زندگی میکنم و بعد از اینم قرار نیست که جایی برم. هیچ ازدواجی هم تو کار نبوده؟ چی میگی؟ یه بار کاملا رفتم تو دلش. خالمم خیلی خوشحال شده بود و میگفت دیگه مردی بهتر از این پیدا نمی کنم. یه سال بعد از مرگ خالم اونم منو واسه یکی خوشیکلتر ول کرد و رفت. رفت با یه زن لاغرتر. لاغر اصلا استخونی. ولشون کن، اینا دیگه مال گذشتن. میشه یه سوال بپرسم ها؟ آره حتما. چی شد که اومدی اینجا به هم سر بزنی؟ خب راستش من باید برم سان فرانسیسکو، خیلی وقتی که پسرمو به امان خدا گذاشتم. میخوام ببینم میتونم ازت بخوام که فقط برای یه ما مراقب برادرم باشی. یعنی میخوای که برادرتو نگه دارم؟ آره خب فکر کنم. ببین واقعا ببخشید، حتما خودت هم خیلی مشغله داری. البته که میتونم رفیق. واقعا؟ آره بابا، تازه خودم هم خیلی وقته که با یه مرد خوب وقت نگذروندم. برای منم هیچی بدتر از نداشتن یه همصحبت خوب نیست، مطمئن باش. نورا بهترین دوست دوران کالجمه. 2 سال ازم بزرگتر و همیشه اون زمان مراقبم بود. مطمئنم تو هم پیشش حالت خوبه. چیزی میخوای به هم بگی؟ یه لحظه صبر کن. A, B, P, T, C, جیم E, K. A, B, P, T, جیم چ H, خ. A, B, P, T, جیم چ H, نون, واف. خب, A, B, P, T. خب, از اول. A, B, P, C. ممنونم. ممنونم. منو تنها گذاشتی. همه چیو جا گذاشتی. منو هم تنها گذاشتی. راستی دارو اینجا و نوشتی که هر کدومو باید چجوری مصرف کرداره و رژیمش چجوریه. آره دقیق همه رو نوشتم، همه چی کامله.
خواهرت بهم گفت که تو رفتارت خیلی خوبه. نه سر و صدایی داری، نه اهل دستور دادنی و نه آدمی که بخواد گیر بده، که به نظر من این عالیه. اصلا مرد همه باید این شکلی باشن. میدونی مشکلشون کجاست؟ همشون مغرورن، افکارشون پوسیده است. فکر میکنن هر کاری که بخوان میتونن انجام بدن و زنها باید یه گوشه وایسن و پیشرفتن اونا رو تماشا کنن. بعدش چی؟ توی خونه مثل یه گلدونن و هیچ کاری نمیکنن جز اینکه صد تا معشوقه داشته باشن. اما خب ما زنام خیلی از شماها بهتریم. آه نه ببخشید، یعنی ما خیلی متفاوت تر از مرداییم. فکر کن فقط زنا برای بچه دار شدن چقدر میتونن درد و تحمل کنن و از پسش بر بیان. خوب خوبه، آره عالیه. تو از حرفه که بزدم ناراحت شدی؟ آره خیلی خواه، بذار ببینم. باشه باشه. تو پس ناراحت چه دیاره؟ ولی چه سوپ خوبی شده. نه؟ چی شو؟ باشه غذا نمیخوری. چه سوپ خوبی شده. خدای من چقدر خوشمزه شده. تو هم خوب سنگینی ها. خیلی خوب. بذار ببینم مثل آنجلا الفبا رو بهت بگم. خیلی خوب. آ ب پ س. چی شد؟ خیلی خوب. آ ب حواستو جمع کن ببینم، یه چشمک بزن. آ ب پ نه. خیلی خوب. آ ب پ هیچ چشمکی نمیزنی؟ خیلی خوب. حواستو جمع کن. هیچ چشمکی؟ خیلی خوب. آ ب پ ت س جیم چه؟ هیچ چشمکی نمیزنی؟ آ ب پ ت س. نه نه من نمیتونم، از پسش بر نمیام. حالا شاید اگه جایی دوتا چشمک یه چشمک بزنی کار راحت تر بشه. ها؟ آها باشه، پس فردا به هم بگو که چی میخوای. ولی خب وقتی حرف نمیزنی چجوری میخوای به هم بگی؟ فعلا شبت بخیر. میدونی اوج بدبختی کجاست؟ فکر کن از دست دادن خاله عزیزم بسم نبود که یه جداییم بشه روغن آب روی بدبختیام. همونو بگو. آره همینه دقیقاً. یه چیزی بگم، تو تنها مردی هستی که من کامل درک میکنه. ای وای 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 ببخشید ببخشید. چیه؟ فکر کردی امشبم مثل بچه ها با قاشق بهت غذا میدم؟ نه خیر، از این خبرها نیست آقا.
آی 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 داغه، داغ بود، خیلی داغه. ببین نگاه کن، باید اینجوری فوتش کنی. آفرین به تو. شما آقای همه چیز تمام، افتخار میدید که با من به باغ بیاید تا روزو با هم تماشا کنی. داره بارون میاد، حتما روز خاصیه. Con abrazar. کمک میخوای؟ ولی بدون که من نمیام کمکت. یه کریسمس یادمه که خالم اون عروسکی که میخواستم و برام نخرید و در عوضش این یکی رو به هم داد و اسمش شد چابلا. میگفتیم چابلا، چابلا. میدونی بچه ها منو مسخره میکردن به خاطر موام. منم یه روز خودم قیچی گرفتم دستم و کامل کوتاهش کردم. شبیه میمون شده بودم. نه 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 خدای من، خیلی بد شده بودم، خیلی زشت شده بودم. ولی خدایی برای تو خوب آرایشگری کردم و نه؟ عالی شدی.
به نظرم خیلی خوب شدی. خاله خدا بیامرزم میگفت یه زن بهترین چیزیه که یه مرد میتونه داشته باشه. حالا بازم خدا رو شکر که به جای خطرناک دیگه شلیک نکردی. سال نو مبارک. سال نو مبارک. سال نو مبارک. 5 سالی میشد که موقع سال نو تنها بودم. صبح بخیر. برام صبحونه آوردی؟ آره. نمیخوام تو هرگز ناراحت شی. فکر کردم خواب دیدم.
ولی تموم شد، تو بالاخره خوب شدی. هنوز خیلی کارم مونده، باید برگردم سر کار. اونا فکر میکنن من یه روح شدم، روح. پس برو به ترسونشون زود باش. اونایی که چند تا واحد داشتن یادشون باشه که شهریه رو قبل از امتحانات باید پرداخت کنن. لطفاً حواستون باشه طبق برنامه، یعنی تا فردا فقط وقت دارید. باشه؟ ببخشید خانم لوردس، اما ما چجوری درس بخونیم و امتحان بدیم وقتی هنوزم غم مرگ استادمون آگوستو؟ روزتون بخیر. اچی؟ صبح خیر بچه. صبح خیر لوردس. چقدر اینجا ساکته، نکنه روح دیدید؟ بله. نه آخه چیزه، ببخشید که وسط حرفتون پریدم، اما راستش میخواستم رئیس رو ببینم، برای همین اومدم اینجا. خب میدونی الان ایشون کجا؟ تو دفترشونن. خب پس اینطور، من باید برم پیش ایشون. خیلی خوب دیگه، خوشحال شدم دیدمتون، موفق باشی. بله. یه ذره درس بخون. فقط با این نبودم. خوریه زیر خالی کرد تو سر شوهرم. تو هم دیدی شره؟ ببینم همه دیدیم. پخش بین المللی زبان فارسی از موبیکس مدیا انترتینمنت. اتفاقات زیادی و پشت سر گذاشتی. بله. این فوق‌العاده است. فکرشو بکن، ما پارسال برات مراسم یاد بود گرفتیم. یاد بود؟ چون زنت ناتالیا به ما گفت که تو فوت کرده بودی. که اینطور؟ اون برای حقوق و بیمت مدام با دانشگاه در تماسه، ولی منم میدونم باید چی کار کنیم. یه وکیل خوب سراغ دارم که میتونه کمکت کنه. ممنونم دکتر، لازم نیست، نیازی به این کارا نیست. مطمئنی کمک نمیخوای؟ آره، همه چیز مرتبه. هر طور که راحتی، ولی بدون که شغلت سر جاشه. خیلی ممنون، ممنونم ازتون. آگوستو، تو خوب شدی؟ میدونی چقدر به این لحظه فکر کردم؟ اون موقع که فلج بودم، خواب و بیدار ساعت‌ها و ساعت‌ها به چیزی که می‌خواستم به تو بگم، ساعت‌ها بهش فکر کردم. اگه برمیگشتم به اون زمان، دیگه به سر خودم شلیک نمی‌کردم. می‌ذاشتم همه بفهمن که چه اتفاقی افتاده. که من چه زندگی مزخرفی داشتم با زنی مثل تو. تو تمام شهر جار می زدم.
میذاشتم مردم. از گناهت با خبر بشن و تو را مجازات کنن. ولی دیگه همه چیز گذشته، زمان همه چیز عوض میکنه و داستان ما هم تموم میشه. تو میتونی همه چیزو برای خودت نگه داری، ولی هیچ وقت فراموش نمی کنم. هیچ وقت. ولی فقط یه چیز هست که ازت میخوام ناتالیا. بگو. میخوام که به حرفم گوش کنی. خیلی خوب. چی؟ دیگه اینه گذشته با هم برخورد نکنی. باشه. میخوام دخترمو ببینم. حتما. اون قراره به زودی برگرده. خیلی خوبه. خداحافظ. آگوستو. میخواستم یه چیزی بگم. راستش دخترمون، خب باید بگم اون بچه تو نیست. بله.
یک سال بعد. ممنون. خیلی ممنونم. فقط سرویس بهداشتی کجاست؟ پایین سمت راست. ممنونم ازت. اینجا خوبه؟ نه به نظر من اینجا باشه. هرچی اینجا قشنگتره. این طرف به نظرم که دل بازتره. منو لطفا. ممنون. یه تیکه کیک شکلاتی لطفاً. من خیلی هوس کردم. ببینم کدومش خوشمزه تره. تو کیک نمیخوری نه؟ خب نه، من پای میخوام. با یه اسپرسو میخوای؟ عالیه. گلن سویسه من میرم دستشویی. خیلی خوب. دو تا اسپرسو، یه کیک و یه پای سیب. خواهش میکنم. من رفتم. آه، این کار همیشگی توه. مسخره. خب ببینم، بریم خونه یموتینا؟ نه دیگه خوشم نمیاد. چرا؟ خوشم نمیاد. ببینم مگه تو به من قول نداده بودی که ما بریم آرژانتین اونا رو ببینیم؟